تیتر خبرها، در واکنش به تهدیدات مقامات آمریکایی، وزیر خارجه ایران گفت آمریکا باید زبان تهدید و فرافکنی را متوقف کند و بر راه حل سیاسی متمرکز شود. شاهزاده رضا پهلوی در یک مصاحبه در موزه تالارنس لس آنجلس ابراز اطمینان کرد که مردم ایران به آزادی دست خواهند یافت. روزنامه کیهان از رد صلاحیت حجت الاسلام تائب برای انتخابات مجلس خبرگان خبر داد. خبرها از ایران از ورود شرکت‌های چینی در حوزه ساخت مسکن در ایران حکایت دارد. مردی که پسر 17 ساله خود را به دلیل آرایش و رفتار زنانه به قتل رسانده بود بازداشت شد. با افزایش قیمت دلار در ایران خرید و فروش کالا متوقف شد. مقامات ایرانی خواستار توقف طرح موزه بریتانیا برای انتقال منشور کوروش به بیت المقدس هستند. ویلیام برنز رئیس CIA در یادداشتی در مجله فارن افرز نوشت که کلید امنیت اسرائیل و منطقه برخورد مناسب با ایران است. حوثی‌ها تهدید کردند به حمله به ناوهای آمریکایی و بریتانیایی ادامه خواهند داد. اعتراضات کشاورزان در بسیاری از کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد. اسرائیل از حمله به زیرساخت‌های ارتش سوریه در پاسخ به حملات موشکی از این کشور خبر داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد ترفند انتقال آب به شبکه گسترده تونل‌های زیرزمینی حماس را بار دیگر به کار می‌بندد. و دادگاهی در آمریکا پاداش 55 میلیارد دلاری هیئت مدیره تسلا به ایلان ماسک را باطل کرد. درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه 31 ژانویه 2024 میلادی برابر است با 11 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. یک روز بعد از آنکه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت که درباره شیوه واکنش به حمله پهپادی مرگبار به پایگاه‌های نیروهای آمریکا در اردن تصمیمش را گرفته است، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت پاسخ ایران در شرایط تهدید قاطع و فوری است. به تاکید کرد که آمریکا باید زبان تهدید و فرافکنی را متوقف کند و بر راه حل سیاسی متمرکز شود. فرمانده سپاه پاسداران ایران هم امروز گفت این روزها از میان کلمات مقامات آمریکایی بعضی تهدیدات را می‌شنویم و به آنها می‌گوییم شما ما را آزموده اید و فصل مشترک ما با شما این است که همدیگر را می‌شناسیم و هیچ تهدیدی را بدون پاسخ نمی‌گذاریم. به ادامه داد که به دنبال جنگ نیستیم اما از جنگ نمی‌هراسیم. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل هم خبر ارسال پیام‌های متعدد کاخ سفید از طریق واسطه‌ها به تهران در 2 روز گذشته را رد کرد و گفت سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران است که اگر هر طرفی به خاک ایران یا منافع و اتباع آن خارج از مرزهای ایران حمله کند با پاسخ قاطع و فوری مواجه خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در همایشی که از سوی سازمان مبارزه با یهودی ستیزی در موزه تالارنس لس آنجلس برگزار شد گفت که ایرانیان برای رسیدن به آزادی جان خود را فدا کردند و ابراز اطمینان کرد که مردم ایران به آزادی دست خواهند یافت. وی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی باید برود از دولت‌های جهان خواست تا از مردم ایران در راه آزادی حمایت کنند و شرایط دسترسی به اینترنت آزاد را برای آنها فراهم کنند. شاهزاده رضا پهلوی نسل جدید ایران را آگاه‌ترین، هوشیارترین و مصمم‌ترین نسل برای انتخاب مسیر آینده خود دانست و گفت که آنها از تلاش‌های گذشته برای اصلاحات درس گرفتند. او به سرکوب دانشجویان در 18 تیر ماه سال 78 و همچنین شکست جنبش سبز اشاره کرد و گفت که این مسیرها به بن‌بست رسیده است. شاهزاده رضا پهلوی با اعلام اینکه برای عبور از رژیم جمهوری اسلامی مردم ایران به حمایت حداکثری نیاز دارند، از اهمیت دوگانه فشار حداکثری بر رژیم و حمایت حداکثری از مردم سخن گفت و ابراز اطمینان کرد که این ترکیب میتواند به فروپاشی کنترل شده رژیم از درون منجر شود. شاهزاده رضا پهلوی بر اهمیت
توافق ملی بر سر یک روند دموکراتیک برای تغییر تاکید کرد و خواستار بحث‌های شفاف و علنی درباره همه جوانب آینده ایران از جمله قانون اساسی و شکل حکومت شد. به همچنین به ارزش گذرنامه ایرانی پیش از انقلاب اشاره کرد و گفت که ایران امروز میتوانست ژاپن خاورمیانه باشد و برای رسیدن به ایرانی آزاد باید به آن ایمان داشته باشیم. و در بخش دیگری از سخنانش در این همایش به همدلی مردم ایران با مردم اسرائیل اشاره کرد و از حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های جهادی در خاورمیانه انتقاد کرد. شاهزاده رضا پهلوی خطاب به ایرانیان گفت که هیچ کس نمی‌تواند آنها را از سرزمین خود جدا کند و ایران را به عنوان یک کشور سکولار و دموکرات از آنها بگیرد. روزنامه کیهان خبر داد برخی دیگر از چهره‌های برجسته امنیتی حکومت ایران مانند حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات و حجت الاسلام طائب برای انتخابات مجلس خبرگان رد صلاحیت شدند. چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی قربانیان تازه شورای نگهبان در جریان رد صلاحیت‌ها هستند. این روزنامه مشخص نکرد که منظور از حجت الاسلام طائب حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است یا برادر او مهدی طائب رئیس قرارگاه انبار. اما سایت مشرق نزدیک به نهادهای امنیتی و اصولگرایان تندرو ثبت نام حسین طائب برای انتخابات مجلس خبرگان را تکذیب کرده است. کیهان، رسانه تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در ستون کیهان و خوانندگان خود نوشت رد صلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان تنها مختص به حسن روحانی رئیس پیشین دولت جمهوری اسلامی نبوده است. روزنامه دنیای اقتصاد از اجرای طرح کلید به کلید توسط شهرداری تهران خبر داده و به نقل از معاون شهرسازی و معماری شهرداری نوشته است که برنامه محل سازی توسط شرکت‌های ساختمانی بخش خصوصی چین در مقیاس بالای 1000 واحد روی اراضی قهوه‌ای یا همان زمین‌های ذخیره در مناطق 9 تا 16 تهران در حال اجراست. بر اساس این گزارش، حمید رضا سارمی تاکید کرده که اصل برنامه شهرداری واگذاری زمین‌های ذخیره به چینی‌ها برای اجرای طرح مصمم کلید به کلید در مناطق است و در این برنامه با تأمین منابع مالی ساخت، انتقال تکنولوژی به تهران هم صورت خواهد گرفت. خبرگزاری فارس در آذر ماه سال جاری درباره حضور چینی‌ها در ساخت مسکن در پایتخت گزارشی منتشر کرده و نوشته بود که این طرح یکی از تفاهم‌نامه‌های امضا شده در خصوص مسکن در سفر علیرضا زاکانی شهردار تهران به چین بوده است. تفاهمی که در آن مقرر شده چینی ها به اقتضای طراحی ایرانی ها شهرک‌سازی نوین انجام بدهند. گزارش ها از ایران حاکی از بازداشت مردی است که پسر 17 ساله خود را به دلیل آرایش و رفتار زنانه به قتل رسانده است. به نوشته یه خبرگزاری رکنا، این مرد میانسال که خود در تماس با پلیس به ارتکاب به قتل اعتراف کرده، گفته است که به دلیل رفتارهای فرزندش در تبریز بی‌آبرو شده و عنوان کرد که نمیتوانستم در میان فامیل و دوست و آشنا سر خودم را بالا بگیرم و همه با انگشت نشانمان میدادند. به گفته این فرد، تحمل رفتار این پسر نوجوان از توان او و خانواده‌اش خارج بود و بعد از روان درمانی و چند بار بستری او، حتی سازمان بهزیستی هم از پذیرش فرزندش امتناع کرده بود. به گفت ابتدا تصمیم به خودکشی گرفته بود، اما به دلیل نگرانی از سرنوشت خانواده‌اش بعد از مرگ او با زنده بودن پسرش، تصمیم گرفت که برای همیشه پارسا را خلاص کند. هنوز مشخص نیست که این جوان 17 ساله چه نوع گرایش جنسی داشته است. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های مجازی و کانال‌های اطلاع رسانی نشان می‌دهد که روز گذشته، سه‌شنبه 10 بهمن ماه، در پی ورود دلار به کانال 60,000 تومان، فروش سکه و دلار در بازار متوقف شد. بر همین اساس در بازار موبایل هم قیمت‌ها تحت تأثیر نوسانات شدید قرار گرفته بود که در نهایت اعلام قیمت کالا و فروش در این بازار متوقف شد. خبرگزاری حکومتی تسنیم وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی هم در گزارشی از بازار لوازم خانگی نوشت که کسبه معتقدند که افزایش نرخ دلار عاملی شده تا تولید کنندگان بر تبر گرانی بکوبند و خواستار تغییرات قیمتی در انواع محصولات خود باشند که بر همین اساس فعلا فروش متوقف شده است. برندگان هشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. احبه، چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس. 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. مقامات ایرانی خواستار توقف طرح از پیش برنامه ریزی شده موزه بریتانیا برای انتقال منشور کوروش، این اثر مهم باستانی، به بیت المقدس هستند. مضافاً اینکه این نگرانی وجود دارد که جابجایی این اثر متعلق به قرن ششم پیش از میلاد مسیح در بحبوحه جنگ اسرائیل و غزه میتواند برای آن خطر آفرین باشد. عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ایران، روز سه‌شنبه در واکنش به طرح موزه ملی بریتانیا برای به نمایش گذاشتن منشور کوروش در اسرائیل، اعلام کرد که این کتیبه متعلق به ملت ایران و تمدن جهانی است و این تصمیم گیری حتما ناسباب و نادرست است. زرقامی در ادامه گفت که ایران هم اکنون به لحاظ حقوقی در سطح جهانی در حال پیگیری این موضوع است. ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در یادداشتی در مجله فارن افرز نوشت کلید امنیت اسرائیل و منطقه برخورد مناسب با ایران است. او در مطلب خود در فارن افرز افزود بحران کانونی رژیم ایران را گستاختر کرده و به نظر می رسد که جمهوری اسلامی آماده است همزمان با توسعه اتمی و حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین تا آخرین نیروهای نیابتی خود بجنگد. رئیس CIA خاطر نشان کرد که با شروع جنگ اسرائیل و حماس، روسیه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به حمله به خطوط کشتیرانی تجاری بین المللی روی آوردند و خطر افزایش تنش‌ها در سایر جبهه‌ها نیز به قوت خود باقی است. بنز گفت اگرچه آمریکا به تنهایی مسئول حل و فصل هیچ یک از مشکلات پیچیده در خاورمیانه نیست، اما هیچ کدام از این مشکلات بدون نقش رهبری فعال آمریکا قابل مدیریت نیست، چه برسد به اینکه بخواهد حل و فصل شود.
گروه حوثی های شیعه مذهبی وابسته به ایران در یمن روز چهارشنبه اعلام کردند که به حملات خود به ناوهای جنگی آمریکا و بریتانیا در دریای سرخ ادامه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی نظامی این گروه با انتشار بیانیه‌ای این تصمیم حوثی ها را دفاع از خود نامید و گفت تمامی کشتی های جنگی آمریکایی و انگلیسی که در تجاوز به کشورش شرکت می کنند هدف حمله خواهند بود. حملات پهپادی و موشکی حوثی ها به کشتی های تجاری در دریای سرخ در ماه های اخیر به تجارت جهانی ضربه زده و به نوشته رویترز این بیانیه جدید حوثی ها به نگرانی ها از اختلالات طولانی مدت در اقتصاد جهانی دامن می زند. اعتراضات کشاورزان در بسیاری از کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد. رسانه‌ها گزارش دادند که کشاورزان معترض در کشورهای فرانسه، بلژیک و ایتالیا تعدادی از جاده‌ها و بزرگراه‌ها را با تراکتور مسدود کردند تا نارضایتی خود را از سیاست‌های اتحادیه اروپا به نمایش بگذارند. گزارش شده که مرز میان بلژیک و فرانسه به وسیله کشاورزان هر دو کشور مسدود شده است. همزمان رسانه‌ها از گسترده شدن اعتراضات کشاورزان ایتالیایی خبر دادند. کشاورزان اروپایی به قیمت پایین محصولات وارداتی و قوانین دست و پاگیر اتحادیه اروپا برای حفاظت از محیط زیست معترض هستند. این اعتراضات بیش از همه فرانسه، بزرگترین تولیدکننده محصولات کشاورزی در اروپا را تحت تاثیر قرار داده است. ارتش اسرائیل در اقدامی کم سابقه خبر داد که هواپیماهای جنگی این کشور بامداد چهارشنبه در پاسخ به شلیک موشک از سوریه زیرساخت‌های ارتش سوریه را هدف قرار دادند. هرچند ارتش اسرائیل بارها گفته است که با تقویت حضور نیروهای مرتبط با ایران در سوریه مقابله می‌کند، پیش از این کمتر سابقه داشته که مسئولیت حملات هوایی مشخص به خاک سوریه را بر عهده گرفته و آن را رسما اعلام کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ارتش اسرائیل که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است که شب گذشته پرتاب تعدادی موشک از سوریه به سمت بخش جنوبی بلندی‌های جولان شناسایی شد که در پاسخ جنگنده‌های اسرائیلی شبانه زیرساخت‌های نظامی رژیم سوریه را در منطقه درعا بمباران کردند. این بیانیه جزئیاتی درباره تلفات یا خسارات ناشی از این حملات هوایی به جنوب سوریه ذکر نکرده است. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد در حالی که خان یونس به کانون نبرد ارتش اسرائیل به حماس تبدیل شده، ترفند انتقال آب به شبکه گسترده تونل‌های زیرزمینی حماس را بار دیگر به کار می‌بندد. به گزارش شبکه خبری 24 فرانسه، اسرائیل در حالی دست به این اقدام می‌زند که با ادامه درگیری‌های شدید در غزه، میانجیگران بین‌المللی در تکاپوی برقراری آتش‌بسی تازه بعد از حدود 4 ماه جنگ هستند. ارتش اسرائیل درباره طرح انتقال آب از دریا به تونل‌های حماس در خان یونس گفت این ترفند بخشی از طیف وسیعی از ابزارهایی است که برای خنثی کردن تهدید شبکه زیرزمینی تونل‌های حماس استفاده می‌شود. در آغاز جنگ اسرائیل به حماس در ماه اکتبر، پژوهش‌های آکادمی نظامی وست پوینت آمریکا نشان داد که 1300 تونل در طول 500 کیلومتر در نوار غزه کشیده شده است، در حالی که حدود 132 تن از گروگان‌های اسرائیلی هنوز در اسارت حماس هستند. ارتش می‌گوید که بسیاری از گروگان‌های اسرائیلی در شبکه وسیع تونل‌های حماس نگهداری می‌شوند، در حالی که ارتش اسرائیل اواخر آذر ماه گفته بود که عملیات پمپاژ آب دریا به داخل تونل‌های حماس را با موفقیت انجام داده، حماس مدعی شده که تونل‌های غزه ضد آب و در برابر سیل مقاوم است. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دریافت سریع اقامت کارادا با برنامه استارتاپ قابل توجه کلی افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و تسلط به زبان انگلیسی در حد آیلتس 5. من دکتر اشکان عالمی، مدیر عامل شرکت عالمی گروپ، و من آرمان عالمی، وکیل رسمی دادگستری در اونتاریو و بریتیش کلمبیا، راه شما را برای رسیدن به اقامت دائم در کانادا همراه می‌کنیم. با ما تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی.
داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. قاضی دادگاهی در ایالت دلاور آمریکا ایلان ماسک مدیر عامل تسلا را ملزم کرد که از پاداش 55 میلیارد دلاری که هیئت مدیره تسلا به وی اعطا کرده بود صرف نظر کند. این حکم بعد از 5 سال پیگیری دعوی قضایی برخی سهامداران علیه ماسک و مدیران تسلا صادر شد. این سهامداران هیئت مدیره تسلا را متهم کردند که وظایف خود در قبال این شرکت سازنده خودروهای برقی و پنل‌های خورشیدی را نقض کرده و منجر به هدر رفتن دارایی‌های شرکت و سود غیرمنصفانه برای ماسک شدند. وکلای شاکیان ادعا کردند که این بسته پاداش توسط خود ماسک دیکته شده و نتیجه مذاکرات سوری با مدیرانی بوده که استقلال لازم را نداشتند. وکلای مدافع اما گفتند که این پاداش به طور عادلانه توسط کمیته‌ای از مدیران مستقل و با اهداف متعالی و همچنین با رأی غیر لازم سهامداران تایید شده است. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه‌نویسی شهراتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.